خب ما گفتم که یک چیزی بسیار جالب برتن میگم ما کوشش کنم در یکی از برنامه ها شاید هفته آینده روز چهارشنبه ما اصل جریده ملی وحدت برتن بیارم در سال 2003 بود فکر میکنم اواخر سال 2003 یا 2004 میلادی که قانون احزاب در افغانستان پاس شد شاید پیشتر یا بدتر خوب بر صورت وقتی قانون احزاب در افغانستان پاس شد ایده از دوستا یا ایده از هموطنا مراجعه کردند. به شما خوب متوجه باشین مراجعه کردن به یکی از اقارب اینجانب در کابل گویا این که حزب به نام ملی وحدت توسط شهید حکیم خان کتوازی در شهر پشاور پاکستان مزرد بخیم پاکستان گفتم در شهر پشاور مناطق آزاد با کمال مزرد این ثبت شده بود و مزرد به فعالیت آغاز کرده بود و آقای حکیم کتوازی رهبری حزب داشت همچنان تعداد زیاد از نخبگان و تکنوکرات ها و همچنان طبقه روشن فکر افغانستان مقیم در شهر پشاور ایالت یا ایالات صوب سرحد یا قبایل آزاد اینا عضویت ای حزب حاصل کرده بودند و ای حزب در حدود مبالغه نشه مکم میگم زیاد نه پینجا تا شست هزار عضو داره بنان ای حزب یک حزب کاملا آماده است برای که مورد بهره برداری قرار بگیره خب با ما تماس گرفتن و گفتن که اگر شما بتانین آقای مصطفی زائره وادار بسازین که رهبری این حزب به عهده بگیره من خودم شخصا با مصطفی ظاهر تماس گرفتم تقریبا فکر می کنم در حدود 45 دقیقه ما با صحبت کردم و هر چی کردم آقای مصطفی ظاهر حاضر نشد تا رهبری حزب قبول کنه خو دلایل داشت یکی از دلایلش بود که ایالات متحده آمریکا و دولت فعلی افغانستان از ما قول گرفته یا تعهد گرفته که ما در هیچ یک از فعالیت های سیاسی باید سهم نداشته باشیم این دلیل درست بود روز دیگهش البته دوستا به شمول دکتر نادر آتش اگر یادش باشه و شخص به نام آقای احمدچای کریم احمد کریم علومی اینها و دو سه نفر از نماینده های ولایات مختلف افغانستان به شمول ولایت هرات ما رفتیم که شهزاده میروه ظاهر از نزدیک ببینیم این بسیار جالب است ما رفتیم و در عرق با آقای میروی ظاهر صحبت داشتیم و عین پیشنهاد برای میروی ظاهر کردیم که اگر بتانه که رهبری حزب ملی وحدت به عهده بگیره میروه ظاهر برای که شکایات بسیار زیاد از اغلاله خود جنرال عبدالولی کرد ایر هم گفت که متاسفانه در شرایط فیلی بر ما اجازه دادن نشده که ما فعالیت سیاسی کنیم و از جانب از ایالات متحده امریکا هم آقای میرویس ظاهر شاکی بود و شکایت ازی داشت که به قول و قرارهایی که امریکا بر ما داده هیچ عمل نشده خب ما بازم دست خالی برگشتیم بالاخره برزی که این حزب مورد استفاده قرار بگیره و این حزب به صلاح بیسر نشه و از بین نره با اکثریت آرا آقای نادر آتش به حیث رئیس حزب ملی وحدت اینا انتخاب شدن و آقای احمدشاه کریم علومی هم به حیث معاون حزب و معاون سیاسی و معاون اداری حزب هم شخص به نام ناصری که نام اول یادم رفته اینا فکر میکنم در گذشته دگروال بودن در قوای مسلح افغانستان برصورت خو تشکیل شده مصارف یز و از حق آدم تیر نشد دکتر نادر آتش میداد و تا جایی که اطلاع دارم منوز هم مصارف یه حزب آقای آتش میده تقریبا یک ماه بعدش آقای احمدشاه کریم یا احمدشاه کریم علومی که بچه کاکای فکر میکنم نورلق علومی است اینها رفتن و با آقای هموینشا آصفی تماس گرفتن و فکر میکنم او ماینچا چون خودم ما کاندید کرده بود برای ریاست جمهوری افغانستان آقای احمد چاکریم برزو وعده داد که من یک حزب دارم که این حزب میتونه تو در انتخابات کمک کنه به مجرد که حیات رهبری حزب که خود ما هم یکی از اعضای هیئت رهبری حزب بودم ما اطلاع پیدا کردیم آقای احمد شاه خواستیم و گفتیم که شما حق ندارین که بدون مشوره و بدون هیئت رهبری حزب آگاه باشه شما که به بگ آدم ببخشن و به می دلیل هم آقای احمدشاه کریم از حزب کنار گذاشته شدند و رسما در جریده ملی وحدت در اونجا خبرش نشر شد و به عوض آقای احمدشاه کریم علومی البته بر ما پیشنهاد کردند که شما باید معاونیت سیاسی حزب ملی وحدت داشته باشین خب با اکثریت آرا من معاون حزب ملی وحدت شدم بعد من به ایالات متحده امریکا آمدم مصروف تاسیس تلویزیون آریان افغانستان شدم در مدت دو سال یا دو نیم سال گذشته نتونستم به افغانستان سفر کنم و همچنان مشکلات برای آقای نادر آتش پیش آمد از جمله ای که شما اطلاع دارین که یک ده از مامورین آلورد افغانستان که همیشه در صدت بودن تا شرکت آریانا را به اصطلاح تحت سیطره و کنترل خود بیارن خود دوسیه هایی ساختن ما در نمیخوایم صحبت کنیم بیشتر و خود آقای آتش میدانه و در گذشته هم در مصاحبه های مختلف دلایل خود را کرده و امیدوارستم یک روز زمینه مساعد شود که آقای آتش بره و خود واقعا تبرک کنه برای که من با شناخت که از آتش دارم آتش آدم نیست که او آدم استفاده جویی کنه و یا که حق بیت المال به تاراج ببره خب این مسئله جداگان است اما به اساس گزارش که ما تازه دریافت کردیم و با فعالیت های تازی که ما برای انداختیم برای ایجاد یک تشکیل جدید در صحنه سیاسی افغانستان نماینده های ما به افغانستان رفتند که حزب تازی را افتتاح کنند و تماس گرفتند با همین حزب ملی وحدت که قبلا آقای آتش در رأسش قرار داشت که اگر امکان از این داشته باشه که ما به ازی که یک حزب نو تأسیس کنیم امی حزب پس به اصطلاح بازسازی کنیم و می حزب حزب به عنوان یک تشکیلی که قبلا ثبت شده ما از این استفاده کنیم وقتی که اونجا نماینده های ما میرن میبینن که حزب ملی وحدت توسط آقای احمدشاه کریم علومی با آقای مصطفی ظاهر به فروش رسانیده شده جالبی است که به اساس گزارش های دلیل از ای که آقای مصطفی ظاهر هم از گپ گپ نخیزه به جبه متحد نامتجانس ملی پیوست شما ما چی بود؟ امی آقای احمد کریم علومی آقای مصطفی ظاهر سر جبهه متحد نامتجانس ملی به قیمت هفتات هزار دلار به فروش رسانده یعنی که آقای احمد با گرفتن هفتاد هزار دلار از بعض اعضای حزب نامتجانس ملی گفته که من مصطفی وادار می سازم که بیای به دسته شما یا گروه شما یا باند شما داخل شد و هفتاد هزار دلار ای دریافت کرده معامله دوم آقای احمد شا همی بود که یا آقای احمد ما شا ما نمیخوایم نام فامیلیش بگیرم برای که هر کس خودش مسئول جان خود است و خدای ناخواسته نشه که فامیلی شریف و نجیب علومی از ما خفه شوه آقای احمد شاه دفعه دوم هم حزب ملی وحدت به فروش رسانید خب بالاخره دوستای ما از کابل زنگ زدن در هفته گذشته که ما خب باید یک مشکل مواجه شدیم به با این وسیله ما به اطلاع آقای احمد شاه و همچنان آقای ناصری میرسانم که هیچ کس نمیتونه بدون مشوره و بدون موافقه کادر رهبری حزب ملی وحدت یک حزب در اختیار یک شخص یا یک گروه دیگه قرار بده و یا ای که او را به فروش برسانه یعنی شما ببینید که در افغانستان چقدر تجارت انکشاف کرده آقای فرهنگ میگه از گپ گپ نخیزه که ما سکتور خصوصی را تقویه میکنیم سکتور خصوصی گپش به این رسیده که تا اشخاص و افراد و احزاب هم به فروش میرسن من دروغ نمیگم هر کسی که در افغانستان است که در کابل است من میگم که صدای را میشنوند، اگر برند تحقیق کنن اگر ما اونچی که گفته بودم یک زریش دروغ بود یا غلط بود به اون صورت میتونن مرا به هر جزایی که دلشان است برسانند اما من پیشتر اشاره کردم شما ببینید به چه شکل است بالاخره ما برای دوستای خود بر همکارای خود در کابل اطلاع دادیم که شما که حال گپ که ترست برین یک حزب تازه را تاسیس کنین به نام ملی غرزن یا غرزن ملی که عین نامه داشته باشه نهایت یک حزب یا یک نهاد کاملا تازه باشه